علاقه داشتم به خوندن. یادم میاد که اولین بار که توی مدرسه ایرانی و مرز پرگوهر خوندم تو همدان، به من جایزه دادم. خیلی خوشحال شدم. آرزو داشتم که وقتی بزرگ میشم حتما خواننده بشم. خیلی شانس آوردم. من به موقع اومدم و با اون ترانه معروف مهتاب که خودم ساخته بودم معروف اما خاص شدم. تو مطبعم شروع کردم ترانه های جدید دیگری ساختن و مثل به خاطر تو، مثل گیتار من، مثل حیادت، مثل سرگذشت. مهتاب ای مونس عاشقان، روشنای آسمان. مهتاب ای چراغ آسمان، روشنی بخش جهان. از آهنگایی که نه به خاطر اینکه خودم ساختم، ولی به خاطر اینکه معنی اون رابطه بین من و مردم رو بیان کردم به یک شکلی، هم شعرش رو ساختم و هم آهنگش رو. آواز خانه که من همان آواز خان مردم پاکم هنوز، در که مشهور جهان خانی مرا خاکم هنوز. من همان آواز خانه مردم پاکم هنوز، گرچه مشهور جهان خانی مرا خاکم هنوز. من همان آواز خانه مردم پاکم هنوز، گرچه مشهور جهان خانی مرا خاکم هنوز. اینو سالا پیش ساختم، تقریبا 10 سال پیش ساختم و یکی از آهنگایی که خیلی دوستش دارم، خاطر اینکه همونطور که یاد کردم خیلی اون وقت میخونم رابطه منو با مردم خیلی بلافاصله میکنه. 5-6 سال پیش بود، تصویرم کانادا برنامه داشتم، بعد موقعی که رفتم رو صحنه دیدم که یک میزی این جلو خالی مونده و همه میزا پر جز این یکی. و من تعجب کردم وقتی که برنامه تمام شد، گفتم میز چرا اینطوری خالی بوده و کسی نداره، دیدم بیرون موندن. گفتم به خاطر اینکه این خانم که این میز گرفته سکته قلبی کرد و بردنش بیمارستان. و من خیلی ناراحت شدم و گفتم که خواهش میکنم من از حال او خبر بذارید. روز دیگه اومدم، من گفتم که سر شده حالش رو بردنش خونه. گفتن که من میخوام برم خانم ببینمش. رفتم اونجا و خانم خیلی خوشحال شد و خوشحال به گریه کردن و اصلا باورش نمیشد که من رفتم اونجا. گفتم خب من وزیر خودم رسیدم که بیام حالتون رو بپرسم. این بتونم پیانو هم اونجا بود، پیانو زادم که دوتا بارشون خوندم. بعد موقعی که خداحافظی میکردم ازشون، ایشون آورد یه جعبه خاتم کار به من داد. گفتم چیه؟ گفت که این خاک وطن از ایران آوردم با خودم و اینی میخواستم به شما تقدیم کنم. الان هم بهش دارم نگاه میکنم، همیشه اینجا روی رف خونه هست و خاک ایرانه. یکی از خاطرات خوب من اینه.